این ویدیو قراره با یه زبان خیلی خودمونی درباره موضوعی حرف بزنیم که هممون باهاش درگیریم. چی بخوریم که هم خوشحال باشیم، هم پر انرژی بمونیم، هم جوانتر به نظر برسیم. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. من جفتکار هستم، عطار و محقق طب سنتی. بچه‌ها تا حالا شده وسط روز احساس کنین که انرژی ندارین، بدنتون میگه بیا بخواب، ولی مغزت میگه پاشو کار داری، یا مثلا زود به زود گرسنه میشی، هی دنبال یه چیزی برای خوردنی؟ امروز میخوام یه کمکی بهت بکنم تا این حسا رو کنار بذاری. امروز در مورد تغذیه حرف میزنیم که از درون بهت نیرو میده و یه جوونی حسابی بهت هدیه میکنه. تجربه های دکتر دیپاک چاکرا، پزشک معروف هندی رو بهتون میگم که زندگیتون رو متحول میکنه از این رو به اون رو. سوخت اصلی بدن کربوهیدراته. اصلا چی هست؟ همون چیزایی که بهمون انرژی میدن، مثل نون، مثل برنج، مثل حبوبات. حالا قضیه اینه که هر کربوهیدراتی که دیدی به درد نمیخوره. اون کربوهیدراتی که خوبن از نوع غلات کامل و پرفیبرن. چرا باید حواسمون بهش باشه؟ مثلا فکر کن صبح زود بدون هیچ صبحونه‌ای میری سر کار یا سراغ درس و مدرسه، بعد از 2 ساعت چنان حسی داری که انگار خوابیدی بیدار نشدی. اما اگه یه کربوهیدرات خوب مثل نون سبوسدار یا جو بخوری، بدنت انرژی رو آروم آروم مصرف میکنه، یعنی تا چند ساعت پر انرژی هستی و میمونی. حالتون اینه که چی بخوریم حالا؟ تو وعدات حتما از نون سبوسدار، برنج قهوه‌ای، حتی یه کاسه کوچیک جوی دوسر استفاده کن. حتما قند خون رو یه دفعه نمیبرم بالا که بعدش بیای پایین. عضلاتمون چی نیاز دارن؟ پروتئینا. پروتئین هستن چی دارن؟ پروتئین همون چیزیه که به عضلات و بدن کمک میکنه. مثلا اگه ورزش میکنی، پروتئین باعث میشه عضلات قوی بشن. اینجا پروتئینای گیاهی و حیوانی هر دوتاشون مفیدن. پروتئین زیادم خوب نیست. دقیقاً اگه هر روز فقط گوشت بخوری به کلیات فشار میاد. تعادل داشته باشی، هم تو گیاهیا هم تو حیوانیا. پی تخم مرغ یا لوبیا، عدس، اینا همشون عالین. یه روز گیاهی میخوری برو سراغ حبوبات، یه روز که هوس گوشت کردی ماهی یا مرغ آب پز. با این کار هم انرژی داری، هم عضلات قوی ترن و هم حس سنگینی هم نداری. غریبیا چیان؟ نه دشمنن نه دوستن، اما حواست باید بهشون باشه. چربی و خوب و بد داریم. دقیقاً بعضی چربی ها باعث میشن بدن بهتر ویتامین های مهم رو جذب کنه، مثلا چربی های توی آووکادو یا روغن زیتون. اما چربی های بد مثل روغن سرخ کرده، اینا میتونن بدنتو کند کنن، حس سنگینی بهت بدن. چرا مهمه حالا؟ اگه چربی های سالم بخوری مغزت بهتر کار میکنه، حافظت قوی تر میشه. یعنی یه لقمه آووکادو تو روز خیلی باحاله. روغن زیتون عالیه، آجیل حتما توی برنامه غذایت داشته باش، اما حواست باشه که باهاشون نون نخوری. این ویدیو بی‌نظیره. چند تا نکته خیلی مهمم تو ادامه بهتون میگم. اگه تو اینجا دوست داشتین حتما لایک کنین و نظرتونم توی کامنت برام بنویسین. خیلی با ارزشه. من خودم وقت میذارم هر روز 1-2 ساعت همه کامنت رو میخونم و جواب میدم. چوپرا میگه اگه هر وعده‌ای که میخوری سعی کن از این 3 تا دسته توش باشه. بشقاب سالم یه چیزی شبیه اینه که الان بهت میگم. یه تیکه نون سبوسدار، یه برنج قهوه‌ای، کربوهیدرات خوبی هن، یه کمی مرغ یا تخم مرغ یا حبوبات مثل عدس، پروتئین عالی هن، یه سالات با چند تا برش آووکادو یا یه کمی روغن زیتون، اینا هم چربی سالم هن. معمولا یه چالش های روزمره دارین که این تغذیه ها حلشون میکنن. خواب آلودگی وسط روز، اگه همیشه بی انرژی هستی باید بیشتر رو انتخاب کربوهیدرات ها تمرکز کنی. گرسنگی زود به زود، اگه از کربوهیدرات های ساده استفاده کنی زودتر گرسنه میشی، اما اگه غذای پرفیبر بخوری دیرتر احساس گرسنگی میکنی. حس سنگینی و نفخ، چربی های بد و غذای سنگین بدنتو کلافه میکنن. سعی کن چربی های سالم بخوری. دوستان یه ترکیب سالم از این 3 تا کربوهیدرات و پروتئین و چربی سالم تو هر وعده میتونه بدنتو تو بهترین حالت نگه داره. اینجوری نه حس سنگینی میکنی نه انرژیت میفته. فکر کردی چرا بعضی هرچی میخورن یه عالم انرژی دارن، شادابن، جوون به نظر میرسن، ولی بعضی بعد خوردن اسم میکنن
همه چی خواب‌آور شده. نکته مهم اینه که چی رو با چی بخوری که جوون بمونی. سوال میپرسم، آخرین باری که واقعاً حس خوبی از یه وعده غذایی داشتی کی بوده؟ نه اون وقتایی که یهو پرخوری کردی و بعدش پشیمون شدی، یا منظورم اون حال خوبیه که بعد از خوردن انرژیت بالا میره، حست عالیه. خب حالا بیا اینو به یه عادت تبدیل کن دیگه، کار سختی که نیست، همیشه بعد از غذا همین حس رو داشته باش. کربوهیدرات ها رو بچه ها اصلا دست کم نگیرین. مثلا فکر کن داری به یه قله کوه صعود میکنی، نیاز به سوخت ثابت داری. اینجا دقیقا همون نون سبوسدار و برنجی که بهت گفتم، برنج قهوه‌ای، کمکت میکنن. برعکس قندای مستویی مثل نوشابه که فقط تو رو برای یه لحظه بالا میبرن، بعد یه افت شدید انرژی داری، یه لقمه نون خوب یه جورایی همون بنزین سوپر بدنته. تو این دقیقا میدونی چیکار میکنه. حالا فکر کن یه تیم سازنده به بدنت فرستادی که هر بار یه مشکلی پیدا میکنی اونا میان تعمیرش میکنن. اینجاست که پروتئینا خودشون رو نشون میدن، مثل اون وقتی که بعد ورزش ماهیچات نیاز دارن قوی تر بشن. اگه میخوای عضلاتت باهات رفیق بشن، پروتئین حتما باید تو وعدهات باشه. چربیای خوب مثل روغن زیتون، اینو بهش نگاه کن که انگار داره از سلولای بدنت مراقبت میکنه. اگه مغز و بدن تو یه خونه تصور کنیم، این چربیای خوب همون حفاظای خونن که نمیذارن پیری به راحتی درتو بزنه. یه حوصله نداری بشقاب تو شلوغ کنی، پیچیده کنی، یه مدل بشقاب ساده اینجوری میشه، نصفش پر از سبزیجات و سالاد، یه کف دست پروتئین مثل مرغ یا حبوبات، یه مشت کوچیکی از غلات کامل یا نون سبوسدار، یه قاشق کوچیکم از چربی سالم مثل روغن زیتون یا چند تا بادوم. با همین یه ترکیب ساده توی هر وعده هم انرژی داری، هم دیگه زود به زود گرسنه نمیشی. اینو بدونین، این چیزایی که گفتم خیلی پیچیده نیستن، ولی اگه فقط برای یه هفته امتحانش کنی تأثیرش رو خیلی زود میبینی. من کانالم رو سابسکرایب کنین تا من گمتون نکنم، هر روزم یه ویدیو جدید براتون آماده میکنم. زنگوله رو روشن کنین که از ویدیوها جا نمونین.